بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد، در 91 جلسه درباره شخصیت هایی که در تاریخ جهان تأثیر بسزایی داشتند، دیشب درباره ایران سخنانی گفته شد، بسیار مختصر. امشب یکی از شخصیت های ایرانی آن روز یعنی امام بخاری است که دربارش سخن میگوییم، که هدف نقد و تیرهای مسموم تحریفگران تاریخ و دین قرار گرفته. امام ابن خزیمه که در علم حدیث که از ائمه بزرگ میگوید که زیر آسمان شخصی مثل امام بخاری من در علم حدیث سراغ ندارم، که از در حدیث در شناخت احادیث پیغمبر عالمتر باشه. دانش آموزان یکی از مکتب‌های کوچک که واقع در یک از شهرهای خراسان آن روز بود، از یک بچه یتیم که کمتر از 10 سال داشت که می آمد به مکتب بدون ورقه، بدون قلم، و شیخ اون مکتب احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را روایت میکرد و اینها به سرعت می نوشتند. لیکن این کودک کوچک هیچ چیزی نمی نوشت، فقط گوش میکرد. روزها گذشت و این طفل بر این حالت بود، ساکت میاد، ساکت باز میگرده. یه روزی دانش آموزان همکلاسش از این کودک ناشناس تعجب کردند و مسخرش کردند که هیچی نمی نویسید، چرا مدرسه میاد چیزی نمی نویسید؟ این کودک خردسال با عنوان فردی که با خودش اطمینان کامل داره بهشون نگاه میکنه، میگه که شما دفترهاتون رو در بیارید، اون چرا که در این مدت نوشتید، تا من همه رو به شما از بر براتون بخونم. دفترهاشون رو در آوردن، با تعجب کامل به این کودک خردسال نگاه میکردند که احادیث پیغمبر را که اونها در ظرف ماه‌ها نوشتند، حدیث به حدیث همچنان که در دفترهاشون یادداشت کردند از بر میخونه. این طفل کوچک که هنوز 10 سال نداره 15,000 حدیث پیغمبر را با متنش و با اسانیدش، هم با متون هم با اسانید، از بر خوند براشون. این طفل نمونه و عجوبه اون وقت اسمش محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره ابن برزبه باشه و همون شخصی است که سالها بعد و تا روز قیامت اسمش امام بخاری شد. مؤلف میگه که من یک روایت عجیب دیگری در وقتی که راجع به ترجمه و شرح حال بخاری جستجو میکردم یافتم که راز این ذهن عجیب رو برام باز کرد که چطور همچین ذهنی داشت. اگرچه الان هم هستند کسانی که در میان اهل سنت و جماعت بخصوص در حرمین شریفین گاهگاهی براتون کلیپ ها چون رو نشون دادم از پسرها حتی از دخترها که متون نهگانه نبوی رو حفظن، میگه این روایت میگه که بخاری در بچگیش
کور شده بود، کلن بینایش رو از دست داد. مادرش به شدت گریه می کرد که خدایا این تنها فرزند منه. مادر صالحی داشت و دعا می کرد خداوند چشماشو بازگردونه، دعا قضا رو تغییر میده که هر دو دست خداونده. در یکی از شبها این زن صالح، این مادر صالح، پیامبر خدا ابراهیم خلیل علیه السلام به خواب دید. گفت که ای زن، خداوند چشمان فرزندانت را بهش بازگردونده. نگفت امام بازگردونده، من بازگردوندم، طوری که مشرکان امروز میگن. مادر از خواب بیدار میشه. خواب صالح، خواب درست، یک چهل ششم وحی، همچون که پیامبر خدا فرمودند. میره به طرف فرزند نابیناش، میبینه ای چشماش میبینه. در این روایت دو موضوع نهفته، یکی راز حافظه قوی شخصی که چشمانش رو از دست داده در بچگیش. اندر پزشکی هم معلومه که در انسان یک ویژگی عجیبی وجود داره در جسم انسان که یکی از اعضا ممکنه جبران فقدان اعضا دیگری رو بکنه و اگر خدا نکرده انسان یک عضو از دست داد، مثلا عضو دیگه تا حدی جاشو بیشتر میگیره. کسانی که مثلا چشم از دست دادن میبینن حافظهشون بیشتره و یا قوه شنواییشون قوی تره اونی که چشم از دست داده. در حالاتی که امام بخاری هستش یه همچی حالاتی بر مغزش پیش اومده. بعد خداوند چشماشو بهش بازگردونه، خداوند بهش قوه حافظه انسان کور و نظر انسان بینا رو داده و یک انسان استثنایی قرارش داده. این یک شاهد اول. شاهد دوم اینه که بخاری و امثال بخاری را خداوند برای این وظیفه بسیار مهم انتخاب میکنه، مقدر میکنه براشون. وظیفه مهم حفظ وحی آسمان که به صورت احادیث پیغمبر خدا علیه السلام در آمده. یه خطای شایی هست که بعضی ها فکر میکنند که خداوند فقط حافظ فرموده من قرآن رو حفظ میکنم. این نحن نزلنا ذکر و این له لحافظون، ما ذکر رو نازل کردیم و ما حافظشیم. ذکر در اینجا وحیه، کل وحی، نه فقط قرآن. وحی هم قرآن و هم سنت، همچنان که بارها و بارها عرض شده، هم سنت صحیحه، هم احادیث قدسیه پیامبر، وحیه. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما ينتقون عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، اون چه میگوید؟ گفته او گفته الله بود، گرچه از خلقوم عبدالله بود. و حفظ این ذکر، این وحی، هم قرآن و هم سنت، نیاز به مردانی داره که قرآن و حافظ باشند، حافظ قرآن باشند تا روز قیامت و حافظ حدیث باشند تا روز قیامت. چطوری خداوند برای عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه میسر کرد که قرآن رو در یک قرآن رسمی جمع کنه و چطوری بخاری، مسلم و امثالش رو مقدر کرد، میسر کرد براشون که احادیث پیغمبر رو جمع کنن، سیره پیامبر رو جمع کنن، سیره چه اشخاصی رو که سیره اصحاب رو جمع کنن. بدین وسیله که خداوند قرآن و سنت رو در میان امت اسلامی نگه داشته
و آنچه را که ائمه بزرگ از مورخان امثال طبری، امثال ابن کثیر و حتی تا امروز امثال من شما انجام بدیم، در دفاس دین پیامبر، در دفاس سیره پیامبر، در دفاس حق و حقیقت، در دفاس توحید، جزء همین حفظه. اونایی که اسلام بر ما نقل کردند از صحابه پیامبر و اونهایی که تحریفگران دین و تاریخ دشمنشونند، اگر اینها نمی بودند دین به طور کلی از بین رفته بود. الان من شما شده بودیم مثل یهود و نصارا در دست علمای رسمی یا روحانیان رسمی، هر طور که میخواستند با من شما بازی میکردن، هر طور که میخواستند دین عوض میکردن. امروز در اسلام کسی نمیتونه دین عوض کنه، برای که حافظ اسلام خدایشه از خلال مردم، از خلال خود مسلمان ها. هر مولایی حرفی بزنه، هر عالمی هر برخلاف قرآن و سنت باشه، برو گم شو، برو بیرون، تو شکاری که برای اهل قرآن حرف میزنی. و در مقابل روحانیت دجال مدعی تشیع، همه این شخصیت های تاریخی رو، شخصیت های حدیثی رو، تمام شخصیت اسلام رو لجنمال کرده، یه بت های تراشیده اینها رو مظلوم جلوه داده، درست مثل زمان ساسانیان. خب و همه سرمایه اسلام رو از بین برده، آخرش هم چی؟ قرآن داده دست امام هپروتی، اون هم برده به تو چاه، تمام شد رفت. یه مشت نماینده داره که شیره مردم رو بمکن. ورزا مؤلف میگه که قصد من در اینجا، در این مختصر حکایت آوردن نیست، قصه گفتن برای تسلی نیست، بلکه هدف اساسی من دفاع از دین خداوند در این مدتی که، در این وقت پرشک و شبهی که تحریفگران تاریخ، تحریفگران دین با اون چی از شخصیت های بزرگ بزرگی است که دین رو حفظ کردند و به ما رسوندند، اینها رو بدنام کنند. و تشیع اصلا برای این کار به وجود اومده، بعدی که صدها سال بر علیه مسلمانان جنگیدند و طرفی نبستند، با اون همه کشتار، با اون همه با استعمار، با جنگ های صلیبی، نمیدونم هر کار کردند، سودی نبردن، دیدن روز روز برعکس اسلام قوی تر میشه، ولی آمدن این راه پیش گرفتن. و اخیرا میگه یک چیزایی هست، یک پدیده ظاهر شده که در سالهای در قرون گذشته نبوده. اشخاصی از خود ما به زبان ما سخن میگن، خودشون رو به اسلام نسبت میدن، ادعای تقوا و پرهیزکاری میکنن. چون این اشخاصی از امام بخاری و صحیح امام بخاری مخصوصاً بدگویی میکنند. کتاب صحیح که بعد از قرآن صحیح ترین کتاب در روی زمینه. و اگر این منافقان که این کارا را انجام میدن میدونستند که امام بخاری 16 سال از بهترین عمر جوانیش را برای این کتاب صرف کرده و چه دقتی به کار برده، به چنین جنایتی دست نمی گماشتن. و خطرناکتر از این هم این که بعضی از منافقانی که امروز با نفاق خودشون رو قرآنی می نامند، میگه این مجرمان به قرآن هیچ ربطی ندارن، فقط خودشون رو قرآنی می دانند تا بدگویی امام بخاری بکنند، لیکن در واقع اصلا به سنت نبوی کلن ارزشی قائل نیستند. او به دروغ و بهتان خود را قرآنی می دانند و قرآن از اونها مبرائه و احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اینا ادعا میکنند که مخصوص صحابه بوده، برا ما نیست. بگه این جاهلان و نادانان می دانند که اینا دروغ میگن، مگه خدا من نفر بوده که اطیع الله و اطیع رسول، از خدا پیروی کنید، از رسول پیروی کنید، مگر طاعت رسول و غیر از التزام به سخنانشه، به اقوالشه، به افعالشه، به احادیثشه؟ یا که نه ما بس بقیه مشتکا بریم سر قبرش منتظر دستور باشیم اونجا؟ یا با چون این کار چی چیزی از دین رو میذارن؟
و بدتر از این که تلویزیون هایی که دست همه در همه کشورها غالبا دست لایک هاست اینا رو میارن نقل مجالس میکنن، اینا که بر سنت پیغمبر تانه میزنن و بر بخاری تانه میزنن، بدگویی میکنن. ولذا میگه من این یک شخصیت رو به ایشون اختصاص دادم. لیکن اگر امت، اگر خداوند یک انسان ایرانی رو، مقصودش ایرانی قدیمه، ولی بخاری است، امام بخاری از تاجیکستانه، از بخارا است، اگر در قدیم از یک ایرانی که ایشون میگه فارسی، عربا به مثل برکه ایران سابقا سرزمین فارس نامیده میشد و ایشون فارسی نیست، در واقع ایشون تاجیکه، خداوند میسر کرده که ایشون احادیث صحیح پیغمبر رو جمع کنه بعد از 200 سال از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. خداوند سبحان و تعالی از قله های کوه های بالکان در اروپا یه شخص آلبانی رو در قرن بعد از 1300 سال در قرن 20 چطور میسر کرد که علم جرح و تعدیل رو دوباره زنده کنه، که این شخص اروپایی به حق ارزش داره که محدث امت نامیده بشه. مقصود شیخ ناصرالدین، محمد ناصرالدین آلبانیه، که انشاءالله اینو فردا خدمتان ذکر خواهم کرد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آقای زکریا از قم، زکریای هدایت شده، به حمد الله که شما بخیر هستید. فقط از آقای علی آذر خبری ندارم، مدت هاست شون در اطراف قم بود، از هدایت شدگان قدیمه. این کلیپ دیدن داره ولی شما ننوشتی چی هست. گفتم که می داشتیم از این منبرا و اینم از ما گرفته، این کرونا دیگه چه بدبختی بود افتاد تو پشتت. آخون داری گریه میکنی، سرتو بذار بمونی، الان از کرونا زنده در بریم دیگه کی میاد پای خوز اولات ما بشی؟ ائمه اطهارم که پاسخگو نیست، دعا میکنی سرتو بذار بمونی، آخه این چه بدبختی بود که الان ما باید شکار کنیم که مردم رو بتونیم دوباره گول بزنیم دوباره. از کجا بیاریم بخوری؟ کدومتون میتونیم برید کار کنید؟ آره بمیر، چی جون کار کردن دارید؟ چه بساطی شد برای ما خدا. بله حقشونه و دروغای و گریه های دروگین. آقای ابو حمدین، ویروس کرونا ایتالیا درمانده شد، اسپانیا به زانو در آمد، آلمان 80% مصاب شدند، ایران ناتوان گردید، فرانسه میگوید در دست ما هیچ چیز ساخته نیست، امریکا در پرتگاه سقوط است، بریتانیا میگوید با دوستانتان خداحافظی کنید. سبحان الله العظیم. کجاست بمب های اتمی و هیدروژنی؟ کجاست موشک های دوربرد و قاره پیما؟ کجاست کشتی های جنگی و نیروهای دریایی؟ کجاست ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن؟ کجاست به فلک تاختن ها؟ چرا عاجز ماندند؟ چرا شکست خوردند؟ امروز فرمان روایی از آن کیست؟ لمن الملک اليوم؟ بلی،
به قدرت های پوشالی و مجازی فریب نخورید. فرمان روایی و پادشاهی در همه زمان ها از آن الله یگانه و قهار است. لله الواحد القهار. این نمونه کوچک آن است. تنها یک راه داریم و آن رجوع به سوی الله عظیم، آفریننده بزرگ، پادشاه حقیقی آسمان و زمین و کائنات، پروردگاری که در یک لحظه می تواند تمام دنیا را نابود کند و یا هم آباد دارد. به او توبه کنیم. راه نجات فقط توبه و استغفار و دعا است و اصلاح عمل و عقیده است، بدون شکی. بیایید به الله درست بندگی کنیم، ظلم و بی‌عدالتی را خاتمه بخشیم، دروازه های فساد و فحشا و شرابخوری و سودخوری را ببندیم، به توصیه دکتران عزیز خود عمل کنیم و با اشک ریزان و قلب پاک نجات از بیماری کشنده کرونا را از خالقش بخواهیم. به خصوص دست از شرک برداریم. این شرکده ها و زیارتکده ها و بتکده هایی را که خودشونو الان جوشکاری کردند و قرنطینه کردند، اینها کسی را شفا نمیدهد. به خودتون رحم کنید، دست از شرک بردارید. این دستور توسط پادشاهان صادر شده. امروز فرمانده قدرتمندترین ارتش جهان، وزیر دفاع امریکا، به دستور خدا زندانی است. امروز تمام هتل های لاس وگاس، بزرگترین کلوب های قمار جهان را تعطیل کردند به دستور خدا. امروز خیابان های روسپیگری در آمستردام بسته است که درآمد آن از 10 میلیارد دلار در سال فراتر می رود به دستور خدا. بگیم به برکت کرونای خدا فرستاده. امروز همه کشورهای جهان کلوب های برهنه، همجنسگراها، کلوب های شبانه، کافه ها، بسیاری از رستوران ها را تعطیل کردند. امروز بیشترین تعداد هواپیما در طول تاریخ بر روی زمین میکوبد. امروز ترامپ امروز اعلام کرد که نرخ بهره به صفر کاهش می یابد، یعنی لغو بهره به دستور خدا. امروز پوتین در حال مذاکره با بشار است تا جنگ سوریه را متوقف کند. امروز تمام دنیا حجاب دارند و از ترس از ویروسی که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست در جستجوی حراس هستند به دستور خدا. امروز بورس سهام دو هفته 16 میلیارد دلار از دست داد. کل دنیا در جستجوی نجات است. کجا هستند افرادی که فکر میکردند توانایی آن را دارند؟ تایتان ها کجا هستند؟ تایتان مقصودتون چیه؟ متکبر و ملحد که منکر وجود خدا هستند. تاریکی های جنایتکاران و منافقان کجا هستند؟ صدای آنها کمرنگ شده. پادشاه امروز به چه کسی متعلق به خدای متعال است که در کتاب خود فرموده اگر او بزرگ شد ما از آسمان ها به آن علامتی میفرستادیم و گردن های آنها نیز در معرض آن قرار میگرفت. آقای عبدالرزاق از چابهار، شما یک کلیپ فرستادید، لیکن این ماشین برین داره امروز موضوعشو ننوشتید. آقای علی جنوبی، بله استاد، امروز بهترین کتاب بعد از قرآن مجید، یعنی بخاری، و این شخصیت غریبی تا جایی که در مسجد مکه از بعضی طلبه میشنیدن که مولوی چابهاری گفته امام بخاری محدث بوده و مجتهد نیستن و بعد از فقها تقلید میکرد. این حرف چه عرض کنم، امام بخاری خودش صاحب مذهب مجتهد نبوده؟ اگر چون این حرفی رو گفته واقعا اشتباه کرده. این حرف خیلی سطحیه. صد ممنون از برنامه خوبی که تا یک سوال دارم. کسی که میره براش پول و متوجه نمیشن سوالتون. کسی که میمیره براش پول و گندم میذارن، یعنی چی پول و گندم میذارن؟ دوریه این درست سوالتون رو متوجه نشتم. آقای لطیف رحمان سوالتون بهتر بنویسید.
سر قبرش میذارند. یعنی خانم نفیسه از تالش، سلام علیکم. استاد قبلا شنیده بودم مادر صلاح الدین ایوبی رحمه الله قبل از ازدواج مادر شدن دعایی کرده بودند که میخواهند فرزندی به دنیا بیارند، قدس رو نجات بده. آیا درسته؟ نمیدونم، نخوندم اینو. میتونه به زبان فارسی هم احادیث رو حفظ کنیم؟ بله، ولی به زبان فارسی نمیتونه اونطوری که در عربی هست حفظش کنید. همه احادیث کتاب ریاسالین صحیح هستن؟ بله، تقریبا بله. از وقتی موحد شدم میبینم دعاهم چقدر زود مستجاب میشه، الحمدلله، خدا را شکر، الحمدلله. خیلی احساس خوبیه. برام دعا کنیم ماه شعبان و رمضان توفیق عبادت مخلصانه داشته باشم. خداوند به شما توفیق بده که هم شعبان و هم رمضان رو روزه بگیری و خیلی خیلی به خداوند نزدیک بشم. خدا را شکر، برکت توحید همینه. و ناسپاسی و شرک و عدم خشوع خداوند منو نجات بده. آمین یا رب. خداوند امورتون رو میسر کنه. آقای یعقوب شیروزهی زاهدان، فرار بیش از 80 زندانی از زندان سقز. خبرگزاری پارس نوشت به دنبال شورش در زندان سقز بیش از 80 زندانی زندان فرار شدند. بله، ولی مواظب باشند که همچون که در قسمت اول برنامه گفته شد که کرونایی نباشند و در خانه خودشون قرنطینه باشند. این خیلی مهمه. اگر نه کل سقز ویران میشه، خدا نکرده. و از این رژیم همه چی برمیاد. این رژیم رژیم ابلیسیه. این رژیم بر کشتن زندان ها سابقه بر کشتن اهل سنت سابقه 500 ساله داره. در مورد احتکار کمی صحبت کنید. پیامبر خدا میفرماند المحتکر و ملعون، کسی که احتکار بکنه ملعون، خدا لعنتش کرده. یعنی چی؟ یعنی کالا رو بگیره نگه داره تا گرون بشه، کالا رو از بازار جمع کنه خب که بذار گرون بشه، یعنی گرانی به وجود بیاره، بعد که گرون شد میفروشه. اینو بهش میگن محتکر. پیامبر لعنتش کرده. آیا واقعیت داره در پارلمان امریکا قرآن کریم تلاوت شده با حضور ترامپ؟ اینو دیشب نشون دادم ولی نمیدونم راسته یا نه، نمیدونم. آقای زبیح الله، شما کلیپ های زیادی میفرستی لیکن معنی توضیح نمیدی چیه. آی مولازاده، این که براتون فرستادم خدا شاهده و پخش کنی. چرا؟ روز شهادت حضرت حسینم. آخه این 6 دقیقه پخش کنی، دقت میکنید؟ یعنی این روز شهادت حضرت حسین و طالب زیادی پخش کنید. چرا امامان اهل بیت علیهم السلام این گونه این مراسم؟ بله، یک سوال دارم. الان مولوی افغانستان خبر داده نوزادی به دنیا آمده، گفته دوست کن چای تیره بخوری این مریضیش ازش دور میشه. یعنی چی؟ این حرفا چیه؟ این چه حرفی یک میزنه؟ از این شایعات خودتون دور کنیش.
شما این همه تلویزیون توحیدی میشید مینشینید گوش میکنید باز هم این حرفا رو باور میکنید؟ اعتراض مردم چابهار راجب چی؟ بستن درگاه مسیح و انتظار کشیدن مردم چابهار راجب نماز جمعه. آقا مگه مسجد چابهار از حرمین مهمتره؟ مگه مسجد چابهار به مردم علم و آگاهی یاد بدید؟ مگه از حرم خداوند، از خانه کعبه، از خانه از مسجد النبی، از مسجد الاقصا مهمتره؟ مگه شکی نیست که مثلشون هم نیست. در چنین وقتی جایز مسجد بست، اگر نه همشون کرونا میگیرن، یک برای خانمان سوز راه بیفته که در اوهان رخ داد، در قوم رخ داد. فهم جاهلانه از دین مصیبت بزرگیه. الان که ما در ایران سفر می کنیم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات مولانا صاحب محترم. خوب هستیم جان شما؟ السلام و رحمت الله و برکات. آقا مولانا صاحب محترم، یکی از مهاجرین افغان بودم در ایران سفر می کردم. ببخشید به موقع مزاحم شدم، سوال داشتم ارتباط به نماز مسافرانه. الان که ما در ایران سفر می کنیم، آیا ما نماز کدام مدارک قانونی هم نداریم؟ ما هر لحظه احتمال اینه که ما غیر قانونی ما رو بگیرن، انتقال در کشور ما بدن و ما باید مسافرانه بخونیم یا مقیم و نیت اقامت داشته باشیم. این بستگی به نیت قلبت داره، بستگی به نیت قلبت داره. و اگر نیت اقامت کردی تمام شد، مقیم شدید. و این یک. دومی که مسافر، حتی خود مسافر نیت با نماز اقامت خون نمازش درسته، نمازش نادرست نیست. دو، بنابر رأی شیخ صالح بن عثیمین، بله شما تا مدتی که نمیدونید که برمیگردید مسافرید. همه دانشجویانی که در غرب درس میخونن همچنین، لیکن رأی جمهور این نیست. رأی جمهور اینه که شما 4 روز بیشتر قصد اقامت کردید مقیم شدید. در مذهب احناف بیشتر از 2 هفته. بله. دوستان کلیپ هاشون رو میفرستند و شرح نمیدن چیه، منو معاف بدارن. آقای عمر علی از یزد. سلام دکتر، خسته نباشید. دکتر ببخشید من سوال ندارم، پیام صوتی برات میفرستم. همین سوره که خونده بود الیس الا و کافن ابدا، همین برام بفرست، میخواستم برام بعضا عزیزم به من نگی اینو برام بفرست اونو برام بفرست. بنده متاسفم که همچی وقتی ندارم. شما شرایط منو نمیدونید، شرایط منو خدا میدونه. همین جمله رو بنویس در گوگل، قرآن برات میاره. الیس الله بکافن عبده. واجه میکنی؟ من خواهش میکنم کارای پنیر رو هیچ کسی از من نخواد. آقای منصور از مشهد. سلام. علیکم سلام. تو استاد امشب میتونی لقب هدایت بدی به بنده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. منصور از مشهد، گذرگاه خرافات. الحمدلله خداوند هدایتتون رو برکت بده. شما را منشأ هدایت و از پیشاهنگان توحید در شهرتون بگردانه. شما و بقیه هدایت شدگان را که بنده در نمازهام براتون دعا میکنم. و در ضمن دوستان ارجمند، عالم بزرگوار
دعوتگر ماهر وزیر سابق افغانستان مولانا ابوبکر صافی الان در بیمارستان هستند و نیاز به دعای همه من شما دارند که خداوند ایشون رو شفا بده، شفای کامل و عاجل نصیب شما فرماید، هم ایشون را و هم همه مریضان موحد ما و شما را. خداوند به هدایتتون برکت بده. آقای منصور از مشهد، خدا را شکر، خدا را شکر، شکر که شما را هدایت کرد. سوال: آیا کسانی که با ویروس کرونا میمیرند شهید به حساب میان؟ بله، در حکم شهیدند به صریح حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. و جواب، خودتون جواب نوشتید. شهید آخرت کسی که مظلومانه کشته میشود بدون که جنگی باشد، کسی که به خاطر شکم درد میمیرد، کسی که به خاطر طاعون یا هر بیماری واگیر دیگری جان میدهد، کسی که در آب غرق می شود، کسی که در اثر زلزله زیر آوار بمیرد، کسی که در مملکتی دیگر در غربت فوت نماید، ای خدایا، و هکذا، و کسی که طالب علم است و به دور از خانواده در راه کسب علم فوت می کند، کسی که به خاطر دلبستن به دختر و شوشدن به او در قایت افت و پاکدامنی می میرد. اینو نشنیدم. زنی که به خاطر وضع هم درد ناشی از زایمان جان می دهد، یا کسی که در دارالحرب و فوت میکند. این آخری رم ها، یعنی چون در دارالحرب اگر در راه جهاد مثلا، اگر نه همینجوری که نه، در آخر کسی که ناخواسته بیماری کرونا ویروس مبتلا و فوت کند. بله، این درسته. خدایا پناه بر تو. این پیامبر آن دست از مشرکان قبل از بیماری کرونا که بیاد، کسانی که بیمار میشدن اونا رو که به شرک داشتن متوجه امامزاده ها میشدن، میرفتن داخل این بتخانه ها که درمان بشن. اونایی که عقل سالم داشتن وقتی که بیمار میشدن میرفتن پیش دکتر. الان که کرونا آمده باز هم مردم میرن بیمارستان، ولی اون خرافاتی ها الان که بیماری اومده امامزاده نمیرن و بیمارستان میرن. پس در موقع سختی باید امامزاده را باید کاری انجام بدن که نمیتونن انجام. آیا جای فکر کردن و بیدار شدن نیست؟ اینقدر همه چیز واضح هست؟ بله. شیعه گستری از صفویه تا ولایت فقیه. شیعه در زمان حضرت علی نبود، کسی از شیعه خبر نداشت. شاه عباس فکر کرده بایدی که یک حکومت شیعه در لارستان سنی درست بشه. همه جا سنی بود. این قلعه گراش را انتخاب کردن، یک قاضی ابوالقاسم کاشانی را فرستاد اونجا بود برای اینکه شیعه در مرکز لارستان درست بشه.
این سخنان دکتر احمد اقتداری پدر مطالعات خلیج فارس بود. از قلعه‌ای برای تغییر دین و مذهب مردم در حکومت ایدئولوژیک صفویه در سال 881 تا تأسیس حسینی و مهدیه در شهرهای سنی‌نشین در حکومت ولایت فقیه. امروز جمهوری اسلامی نه تنها اجازه ساخت مسجدی در پایتخت به جمعیت 1.5 میلیونی اهل سنت را نمی‌دهد، بلکه با انتقال هدفمند نیروها و مدیران دولتی شیعه به مناطق اهل سنت در صدد برهم زدن بافت جمعیتی بومی منطقه است. این تبهکار از صفویه تا ولایت فقیه. گناهان و صغیره کدامند؟ گناهان و کوچک، گناهانی که عذاب سختی بر شما مرتب نیست. حکم شهادت ثالثه چیه؟ کدوم شهادت ثالثه؟ اگر علی ولی الله باشه که جزء از آن نیست. و کسی که بگه من از بیدینی و بی‌اسلامی خود افتخار میکنم، این کفره. بهش بگی مبارک باد، اینم نادرست. گناه میگیریم یا نه؟ 100%. آیا دکتر، آیا هر کلاهی بخریم تا قیمت بره بارا احتکار محسوب میشه؟ اگه نفروشیش نگهداری، بله. و باید اون کلاه برای مردم ضرورت داشته باشد و بیشتر لطف. هر کالایی را که شما بگیرید تا اینکه برای اینکه گرون بشه، به خاطر خریدن شما این کالا گرون شد، شما اونو نگه داشتید، بعدا فروختید، این احتکار محسوب میشه. یعنی جنس رو از بازار جمع کردن، گذاشتن تو انبار تا اینکه قیمتش بره بالا، این احتکاره. اما در بازار هست، شما نگه داشتید، اون احتکار نیست. استاد جان خواهش میکنم همه سخنانتان در یوتیوب بگذارید. ما میذاریم آقای عبدالکریم، لیکن 24 ساعت بعد تقریبا. ما از کجا بدونیم که کدام آلمان حق و کدام آلمان باطل است؟ حق و باطل رو بشناس، حق و باطل رو اول بشناس، بعد میدونی که کدام عالم حق کدام عالم باطله. حق و باطل در قرآن و سنته. در کشوری غیر اسلامی که ریش گذاری را اجازه نمیدهد، کار کردن در کارخانه دولتی به خاطر معاش زندگی اشکال نداره؟ وقتی انسان ناچاره، نه اشکال نداره، ناچاره، ضرورته. خیلی متشکرم. کار کردن در بازارهایی که رؤسای بازار در برندگو های بازار یک ساعت پس میگوین افتخار تندرستی و وطن پرستی کنین، اون شما چیز نیست، شما کار خودتو بکن، کاری به اونو نداشته باش. امکان دار که پدر مؤمن باشد اما پسر کافر، یا پسر بله چرا نه، امکان داره. ایمان هر کسی دست خودشه. مادامی که در زمین هاشون که حد و حدودی نذاشتن، دیواری نگذاشتن، شما میتونی حیواناتتون رو بچرانی. من این نکردن، نگهبانی نگذاشتن. زکات دادن در رکوع 14 ثانیه، عاقلان را اشاره کافی است. اگر آخوند عقلی گذاشته به آمدن کرونا، جونتون را باد دادن. 14 ثانیه. اینا با گرفتن رو بلدن، دادن بلد نیستن.
خب آقای محمد اهوازی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. عرض سلام خدمت استاد محترم دکتر عبدالرحیم ابو العزاده و جمیع بینندگان موحد شبکه جهانی توحید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام استاد. در رابطه با صحبتی که دیروز میکردیم و میگفتیم در اگر کسی از مشهد و قم هدایت پیدا بکنه مثل کسی که انگار بیخرج الحی من المیت، استاد شاید در مشهد و در قم به اندازهی که در جنوب و در مرز نشینه ها علال خصوص و جایی که سواد سطح سواد کمه نمیدونید خرافات اینجا در مشهد هنوز عید الزهرا به قول خودشون در نمیان، در مشهد نمیتونن رقم بزنی در بیان، در مشهد به یه شاخ گوسفند و به جاکولری جرنال الکتریک ژاپنی و به درخت کنار نمیبندن تلسم و این چیزا نمیرن. اینجاها اصلا کسی به دکتر مراجعه نمیکنه شیخ نه، اینجاها بیشتر به ملا و جادوگر و امامزاده و جاکولری و درخت کنار و خواب و پیر پاتا اینجا اینطوری نسخه اینجا میپیچن دکتر نمیپیچه. یعنی اگر کسی از اینجاها رو به توی در بیاری مثلا یه جایی که مثل محمره مثل خرمشهر که کوچیکه استاد، ولی 185 تا حسینیه توشه، 110 تا حسینیه در سال 24 ساعتن، یعنی 5 یعنی 24 ساعت اینا فعالن، یعنی مسجد اسمش خدا نیست استاد، مسجد و دعا و خدا نیست، همه که نوزاده و امام و توسل حسینیه و از این عیسی بطب و آتیش آبرو اینجا استاد به این شاخ گوشفند ایمان پیدا میکنن، به کلور جرنا الکتریک اینجا ایمان پیدا میکنن. و یه چیز دیگه هم استاد در رابطه با دیروز نگاه میکردن در محله، سبحان الله، یکی داری ما خودش فامیلاش مال عربستان سعودی هن و خودش اینجا اهوازیه، خودش موحد شده ولی فامیلاش که مال عربستان موحد نشده استاد، عجیب. یعنی بعدش هم فکرش کردم گفتم به نظر من، حالا شاید هم اشتباه بگم، به نظر من مشرکترین آدم ها که بخشیده نمیشن شیعه های عربستان هن. یعنی اینا که در مکه، اینا که در عهد توحید و خدا پرستی و در مرکز هستن و هدایت نمیشن دیگه، میخواین کجا هدایتشون بکنه؟ والا فکر میکنم گفتم خدا نگاه کن اینا که خود الحی من المیت، این اینجاها در اهواز هدایت یافته و اونی که در مرکز توحید هدایت نیافته و بعد گفتم مشرک، یعنی بدتر از شیعه های عربستان فکر نکنید کسی مشرک باشه. جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ولذا مشايخ عربستان فتوای تکفیر شیعیان اونجا رو دادن، اما شیعیان خارج از اونجا رو نه. اینو برای که اینها براشون حجت تمام شده، شنیدن و گوش نمی کنن. دیگران هنوز نه. بستن در بتکده با جوشکاری، این باید بزرگترین عبرت باشه. اینکه این مراقد رو میبندند، این بزرگترین دلیلیه که اینا کاری نیستند. آیا هنوز وقت بیداری شیعیان نیامده؟ آخه این شطورها رو آخوندها مست کردند، الان نمیتونن جلوشون رو بگیرن. نه اینو قبلا نشون دادم، ما میگیم مسجد نباید رفت در چنین وقتی، بتخانه ها چی؟ زیارتخانه ها چی؟ آیا کسی که به مریضی کرونا وفات کنه نماز جنازه خونده شود؟ تا حد امکان بله، تا حد امکان باید شسته بشه، تا حد امکان. میگن که داروی کرونا ساختن، نمیدونم حقیقت داره یا نه، نمیدونم، منم نمیدونم. تکرار برنامه ها که است آقای عبدالکریم، تکرار برنامه ها
به وقت لندن 12 شب و 8 صبح، به وقت شما فکر کنم به وقت اروپا 1 شب و 9 صبح. آقای محمد افغان این همه پیام میفرستی، شما مردم ایتالیا هستن، خب چیز خاصی درش نیست. آقای مهران، آقای دکتر معذرت میخوام، امشب وقتون زیاد گرفتم. من کشاورزم، وقتی که محصولم میرسه در بازار زیاده و کمبودی از بابت اون محصول وجود نداره. اگه نگه دارم بعد از مدتی بفروشم احتکار؟ نه نه، این احتکار نیست، این احتکار نیست. توجه میکنید؟ احتکار نیست که شما کارا رو از بازار جمع کنید تا اینکه گرون بشه. بله. خداوند به کشاورزیت برکت بده. از کجا هستید؟ کدوم شهر؟ من اینجا فقط مهران نوشتم. مهران کشاورز بنویسم بهتره. شرکت ترامپ در جلسه که قرآن میخوندن، ترامپ با قرآن میجنگه الان جلسه شرکت کنه یا نه؟ خوردن چای و دمنوش دارچین و زنجبیل و بابونه فلان بخوریم، چای را کمی داغتر از معمول میشم. نمیدونم این حرفا رو. آقای عبدالله و خانومش که بکنم دیشب هدایت شدن، درسته؟ شما همه چیز رو پاک کردید، این داستان هدایت شما رو داستان هدایتون تا حد جالب بود. ببخشید، اگر در هنگام نماز خوندن وسط نماز یادمون بره رکعت چندم هست، چیکار کنی؟ بنا رو بر یقین بذاری. ببین یقین بیشتر چیه؟ مثلا شما فکر میکنید 2 رکعت یا 3 رکعت. اگه یقین بیشتر اینه که 3 رکعت، خب 3 رکعت، 2 رکعت 2 رکعت، بعد سجده سهو بکن. خب پدر بنده فوت کرده و چون 2 سال آخر اون فلج شدند و تمام انجام کاری نداشت، حتی فرایض نماز، اما بعد فوتش ما به حوزه علمی پول و نماز و 2 سال که پرد که پدرم آخر عمر در بیماری نتونست بخونه دادیم. حوزه علمی دوزی کرده، اونجا علما و طلاب خوندن، اصلا نماز خونده نیست، کس دیگه بخونه. این دروغی بیش نیست. این پولی که گرفتن حرامه. نماز عبادت بدنی است. آیا ثوابش میرسه؟ نه، ثوابش نمیرسه. این پول رو اگه صدقه میدادی بهتر بود، ثوابش میرسید. همچنین نفلهایی که ما فرزندان براش میخونیم، براش نه، شما نباید نفل برای اون بخونید. نفل که میخونید یا نماز که میخونید، مهم اینه که برای اون دعا بکنید. این درسته، اون هم در صورتی که پدرتون موحد باشه. اگه مشرک مرده که خدا خودش قاضی القضاته. آقای یعقوب شیروزه، بازداشت یک روحانی اهل سنت در شهرستان مهرستان. یک روحانی اهل سنت امروز در مهرستان فکر کنم همون مقص قدیمه، زابلی قدیمتره، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، یک روحانی اهل سنت به نام حافظ عبدالرشید ریگی اهل شهرستان مهرستان امروز پنجشنبه، یعنی دیروز قصدونه، 7 فروردین ماه 99، سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بازداشت به زاهدان منتقل شده. دلیل بازداشت این روحانی انتقاد از اعتقادات مسلمانان شیعه و شهادت فاطمه در خطبه نماز جمعه عنوان شده. از محل نگهداری این روحانی همچنان اطلاعی در دست نیست و بیخبری از سرنوشت آقای ریگی نگرانی های در خصوص وضعیت سلامتی او را افزایش داده است. حافظ عبدالرشید ریگی یکی از مدرسان مکتب علوم قرآنی در شهرستان مهرستان است.
شیعیان معتقدند فاطمه دکتر پیامبرستان توسط خلیفه دوم کشته شده. دروغه، دروغ محض، افترای محض، مثل همه عقاید این مذهب منحرف. مسئله ای که اهل سنت همواران را تکذیب کردن. بله، شهرستان مهرستان یکی از شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ایران است. طبق سرشماری عمومی نفوس هم از جمعیت این شهرستان 70579 نفر می باشد. بسیار دیشبی که هدایت شد داستانش رو خوندم، داستانش برام جالب بود، الان یادم رفته، میخوام ترجمهش کنم، اسمش یادم رفت. یا شما بودید که پاک کردید که نوشتم با خانمش هدایت شده. هدایت و توحید احمد از مشهد. ابراهیم علیه السلام تبر رو برداشت، همه بتای قومش رو شکوند، تبر رو گذاشت دست. اینو گذاشتم قبلا. پروانه سلحشوری نماینده مجلس ضمن انتقاد از عدم قرنطینه قم در ابتدای بحران کرونا گفت در قم جان مردم را با اعتقادات خرافی معامله کردند. راست میگه. آیشه هدایت شده از مشهد. سلام علیکم، من اسم شما رو فاطمه نوشتم قبلا. آدرسون پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از نماز عصر سنت هست؟ نه، قبل از عصر سنتی نیست، ولی اگر خوندید مشکلی نیست، چون از اوقات ممنوعه نیست. قطع میکنی؟ از ظهر تا عصر اوقات ممنوع نیست، همش میتونی نماز نوافل سنت بخونید. تنها وقتی که ممنوعه بعد از نماز فجر تا طلوع آفتاب، در وقت زوال آفتاب، یعنی 15 دقیقه قبل از اذان ظهر و بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، بقیه اوقات اجازه داره. با امید خدا داستان میپرسیم. بسیار خوب، ولی دیشب شما چیزایی نوشته بودید پاک کردی، چرا پاکشون کردی؟ برای من بسیار جالب بود. آقای عبدالله، سلام. یک کلیپ 15 ثانیه‌ای چی در مورد کرونا، جلوی هر خانه یک تانک گذاشته که من دست تاجه نمیشم. مقصودتون چیه؟ در خانه یک تانک داشته که دست از پا خطا نکند، این در کجاست؟ مقصودتون رو بیشتر توضیح بدید. دنبال راه، من شما رو نوشتم دنبال راه. هنوز راه پیدا کردید یا نه خانم؟ کلیپی که فرستادی موضوعش مشخص نیست، موضوع خاصی نداره. اشتباهی پاک کردین آیا عبدالله؟ بسیار خوب. آیا طفلی که در یک خانواده کفر متولد میشه تا که بلوغ نرسه اون طفل مسلمانه؟ او طفل که مؤاخذه نداره، طفل بر فطرته، لیکن هر طفلی بر فطرت متولد میشه. من پیام شما را آیه عبدالکریم جواب دادم، تکرار برنامه را پرسیدی جواب دادم، همه سوالای شما را جواب دادم. خب دوستان، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. خداوند مولانا ابوبکر را شفا بدهد و بقیه مریضان ما و شما موحدان را شفا بدهد.
ما و شما را از شر شرارت ها و امراض بد حفظ کند و ما و شما را در راه خودش استعمال کند و ما و شما رضای به تقدیر را نصیب فرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.